Hello there, and welcome to the first lesson. I'm so excited and thrilled to see you guys again. Today, we're going to talk about everything you need to know to answer multiple choice questions in the IELTS listening test. Salam, man, Mohammad Hastam, and multiple choice questions, dar, IELTS listening, sabat تعریف سادهی که میتونیم داشته باشیم از سوالات مالتیپل چویس اینه که عملا سوالات چند ای هستن حالا بریم با هم دیگه از سایت iostar.org تعریفشون رو بخونیم با هم دیگه تحلیل کنیم ببینیم که کلا اصلا چه تیپ سوالی هستن و بعد اون بریم چند تا نمونه سوال ببینیم با چشم خودمون آشنا بشیم با انواع سوالات مالتیپل چویس سایت اومده گفته که in مالتیپل choice تاسکس there is a question followed by three possible answers خب یه مدلش اینه که یه دونه سوال داریم بعد به دنبالش سه تا جواب ممکن اومده یا اینکه or the beginning of a sentence followed by three possible ways to complete the sentence یعنی اینکه یه جمله ناتمومی داده بعد سه تا گزینه داده به ما برای اینکه اون جمله ناتموم به نوعی تکمیل کنیم test takers are required to choose one correct answer A, B or C که عملا بین اون سه تا گزینه یه گزینه طبیعتا درسته خب حالا همینجا نگهش داریم یه نکته جالبی که وجود داره در مورد این سوال اینه که خیلی وقتا ما تمام سه تا گزینه رو در موردش یه سری اطلاعات میشنویم توی سوال ولی خب مثلا میگه که رنگ مورد علاقت چیه فرض کنیم بعد گزینه A گفته نمیدونم بلو بعدی گفته رد بعدش هم گفته یلو بعد داره صحبت میکنه میگه آره من مثلا بچه بودم بلو رو دوست داشتم بعد بزرگ شدم نظرم عوض شد عاشق قرمز شدم البته خواهرم مثلا رنگ زرد رو دوست داره خب میاد تمام اطلاعات همجوری به ما میده بعد با وربای مثل قبلا دوست داشتم و الان دوست دارم و خواهرم ایسی دوست داره پس حواسمون باید خیلی جمع باشه باید تشخیص بدیم حالا خب حالا این همه در واقع روز خوندی در آخر سر کدوم یک رنگ مورد علاقه خودته این نکته خیلی مهمه که بعد در مورد مالتیپل چویس بدونیم همجوری جواب نمیاد بذار کف دست ما انقدر حاشیه میره انقدر حرفای مختلف میزنه و انقدر در مورد همه گزینه ها صحبت میکنه که ما نیاز داریم خیلی حواسمون رو جمع بکنیم برای اینکه بتونیم سال رو جوابش رو درست تشخیص بریم بعد اومده در ادامه گفته Sometimes test takers are given a longer list of possible answers and told that they have to choose more than one یعنی بعضی وقتا ما نیاز داریم که بیشتر از یک دونه گزینه انتخاب بکنیم یعنی ABC فقط نیستش گزینه های بیشتری مثلا 5 تا گزینه به هم میده بعد میگه مثلا از این 5 تا گزینه یه دونه رو انتخاب کنیم In this case they should uh, read the question carefully to check how many answers are required داریم میگه سوال با دقت بخونید که ببینید دقیقا چند تا, سوال، چند تا جواب یعنی نیاز دارید که به اون سوال بدید گام اولمون قبل از اینکه بخوایم سوالا رو جواب بدیم اینه یعنی که ببینیم سوالا رو بخونیم ببینیم سوال چی گفته چون تو امتحان آیلتس اول به ما فرصت داده میشه که سوالات رو بخونیم بعد ریکوردینگ بر ما پخش میشه حالا من هیچ اینستراکشن خاصی نمیخوام بهتون بدم فقط میخوام به اساس حس و حال خودتون اون چیزی که تو ذهنتون از قبل میدونید برید این سوالات رو نگاه کنید بعد ببینید که مثلا سوال چی گفته گزینه‌هاش چی گفته یه ارزیابی کلی ازش داشته باشید میتونید حتی این ویدیو رو اینجا پاز بکنید بعد من آدیو ترک رو براتون پخش میکنم شما گوش بدید و بر اون چیزی که میشنوید گزینه درست را انتخاب کنید Okay right now obviously insurance is an important thing to consider and our companies are able to offer very good rates in a number of different all inclusive packages uh, sorry could you explain a bit more yes sorry um there's really three rates according to quality of insurance cover there's the highest comprehensive cover which is premium rate then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so um, I'll go for the highest. Mm hmm. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. And will که uh, اینجا داشتیم جواب سوال اولمون درستش C جواب درست سوال بعدی هم A هستش حالا میتونیم با هم دیگه بریم یه تحلیل سری داشته باشیم روی در واقع ترانسکریپت یا متن پیاده شده این لیسنینگ یه چند تا نکته با هم دیگه یاد بگیریم ترانسکریپت این لسنینگ که بهش گوش دادیم توی اون پنفلتی که الان دستتون هستش وجود داره و میتونید بیاد بررسی بکنید ببینید که جواب دقیقا کجا قرار داره یه جا اومده مثلا سه تا پکیج انشورنسشون رو معرفی کرده بعد گفته هایستش مثلا پریمیوم ریت و بعد یه دونه استاندارد داره یه دونه اکانومی داره بعد آقا میاد میگه که آقا من زخم استفاده از اکانومی رو خوردم یه دفعه اومدم مثلا مغروم به صرفه عمل کام بعد حسابی چوبش رو خوردم دیگه این دفعه بهترینش رو به من بده گرونترینش رو به بده بعد میگه اون هایست رو به من بده مستقیم به گزینه اشاره نمیکنه یه کلمه استفاده میکنه که به نوعی مترادفه با اون premium که این نکته خیلی مهمیه تو امتحان آیلز توی اکثریت مواقع دقیقا عین کلمه ای که توی گزینه هست استفاده نمیشه یه کم مترادف باش استفاده میشه که الان در ادامه درس امروزمون در مورد موضوع قطعا با هم دیگه صحبت های بیشتری خواهیم کرد و بعد در ادامه هم گفته که مثلا اون توی پورت دوست دارم تحویل بگیرم همین یه خورده پیش که داشتیم سال قبلی رو بررسی می کردیم من به شما گفتم که معمولا کلمه ای که توی گزینه ها هست عینش رو توی ریکوردینگ نمیشنویم به این میگن پرفریزینگ یعنی یه مطلبی رو همون مفهوم رو به یه ادبیات دیگه بیان کردن حالا یه زمانی جای یه کلمه یه جمله میگن یه زمانی جای یه کلمه یه کلمه مترادفش رو میگن و فهمیدن این موضوع خیلی مهمه دوباره برمیگرده به توان وکبولری ما یعنی چقدر لغت زیاد بلدیم و مترادف رو خوب میفهمیم که تو اون لحظه بفهمیم که این کلمه که توی ریکوردینگ استفاده شده منظورش کدوم کلمه بوده توی گذینه هایی که داشتیم به میگن paraphrasing حالا میخوایم با هم دیگه یه تمرین انجام بدیم که این مفهوم paraphrasing یه خورده بهتر به جا بیفته یه تمرین ساده داریم اینجا که میخوایم کلمات هممنی رو با هم دیگه مچ بکنیم هدف ما اینجا اینه که مفهوم پرفریزینگ رو بفهمیم یعنی مثلا یک کلمه میتونه سیننیمش به استفاده بشه حالا باید تکمیل کردن این تمرین این کاری که ازتون میخوام انجام بدید اینه که برید اینترنت توی گوگل بزنید مثلا لانگمن من مثلا نه واقعا رو بزنید بعد برید این کلمات رو توی این سرچ بکنید ببینید تو جمله چه استفاده میشن هر کدوم چون ما نمیتونیم یه دونه رو دقیقاً بیایم جا بذاریم جای اون کلمه ای که هم معنیشه مثلا اینجا فرض کنیم پرایس رو داریم هم معنیش میشه کاست ما نمیتونیم پرایس رو بکنیم سر کاست کاست راحت بزنیم ساختار جمله رو باید تغییر بدیم و این یه چیزی که من دوستم شما روش مانور بدی ببینید که چجوری میشه داخل جمله استفادهش کرد با چه پرپوزیشنی میاد و اینجور مسائل حتما زمانی که میخواید ماری یاد بگیرید حالا چه اینجا چه برای بحث رایتینگ و سپیکینگ حتما 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 علاوه بر اینکه میفهمید این کلمه A ای مترادف کلمه B به توی دیکشنری ببینید چجوری میشه توی جمله استفادهش کرد بریم تمرین رو انجام بدید و بعد من پاسخاش رو بهتون نشون میدم یه تیپ مهم میخوام بهتون بدم در مورد سوالات مالتیپل چویس اونم اینه که فرض کنیم مثلا 5 تا سوال مالتیپل چویس پشت هم قرار گرفته جواب اینها رو ما به ترتیب میشتویم یعنی اول جواب یک رو به ما میده بعد جواب سوال دو رو میده بعد جواب سه و همجود آخر یه اکته که به خیلی بهش جمع باشه اینه که تو امتحان آیلس برای اینکه ما رو گول بزنن میاد مثلا یه کلمه ای اول ریکوردینگ میگه که مربوط میشه به سوال سوم ولی میگه من در مورد این موضوع بعدا بیشتر توضیح میدم هدفش چیه هدفش نه که ما رو هول بکنه خیال بکنیم که اوه, اوه, اوه این یکی دو تا سه تا سال جواب داده و من جا موندم ولی اینطوری نیستش خیلی وقتا میان ما رو میخوان گول بزنن ولی ما چون زبل هستیم دم به تله نمیدیم حالا یه چالشی هم که ما داریم توی امتحان اینه که مثلا دیدین آدم میخواد به یه دونه ویس مسیج توی واتساپ گوش بده چقدر حواسش پرد میشه و چقدر سخت و چقدر آدم شکنجه میشه میخواد این کار رو انجام بده حالا توی لسنگ آیس هم دقیقا یه اتفاق شبیه این میفته ما نیاز داریم که داخل سوالامون یه کلمات کلیدی رو پیدا بکنیم و دورشون خط بکشیم که به ما کمک کنه که متمرکز گوش بدیم. من در مورد اینکه کیورد چی هستن هنوز نمیخوام بهتون چیزی بگم فقط و فقط و فقط میخوام بر اساس اون چیزی که به ذهنتون میرسه به صورت طبیعی تو سال بعدی که بهتون نشون میدم یه سری کلمات رو دورشون خط بکشید و بگید این مثلا کلمات کلیدی منه به من کمک میکنه سالو خلاصه کنم و بعد گوش بدید یعنی میتونید ویدیو رو پاز بکنید کیورداتون رو پیدا بکنید بعد ویدیو دوباره پلی بکنید که آدیو ترک رو بشنوید بعد بعد این سوال من واسه کامل توضیح میدم که کیوردا فلسفهشون کلا چی و چجوری باید پیداشون کنیم As you've heard, in countries like Australia and the USA, fracking has been increasing because governments see many benefits for energy supply and their economies. I'd like to discuss these benefits now and then talk about the problems which people have raised about fracking. Well, although increased production of shale gas will make sure that there's always enough gas for people's energy needs and the production of electrical energy, the economic benefit to the consumer is usually seen as more significant. As the supply of shale gas grows, energy prices will come down and consumers will save a lot of money according to supporters of fracking. As you've heard, in countries like Australia and the USA, fracking has been increasing because governments see many benefits for energy supply and their economies. I'd like to discuss these benefits now and then talk about the problems which people have raised about fracking. Well, although increased production of shale gas will make sure that there's always enough gas for people's energy needs and the production of electrical energy, the economic benefit to the consumer is usually seen as more significant. As the supply of shale gas grows, energy prices will come down and consumers will save a lot of money, according to supporters. Increased production of shale gas will make sure that there's always enough gas for people's energy needs and the production of electrical energy. The economic benefit to the consumer is usually discuss these benefits now. And then talk about the problems which people have raised about fracking. Well, although increased production of Shale gas will make sure that there's always enough gas for people's energy needs and the production of electrical energy. The economic benefit to the consumer is usually seen as more significant.